دکتر هابان، من امروز میخوام با شما صحبت کنم در مورد یه بحثی که برای من خیلی مهمه. اوکی. میخواستم با شما در مورد مو صحبت کنم. وای چه موضوع مهمی. خیلی. فکر میکنی برای الان برای اطرافیان من خیلی براشون مهمه که با موهاشون داره چی کارا میشه. یک، موهاشون خیلی میریزه. دو، کم پشت میشه. میخواستم بدونم این به خاطر این چیزایی که میزنن به ماشو، میدونم روگین یه چیزیه که خیلی ها استفاده میکنن، یا خیلی از این روغنا یا کمیکالایی که میزنن، شیمیایی، چیزای شیمیایی که میزنن، و آقایون میدونم که ماشون همطوری میریزه به خاطر ژنتیک. خب موارد ژنتیکی همیشه مطرحه، منتها یک عوامل خیلی زیادی دیگه وجود داره برای به خصوص خانم ها. البته آقایون هم تا یه حد خیلی خیلی زیادی میتونن ریزش موشون رو یا جلوگیری کنن یا به عقب بندازن، که آقایون به خاطر اون تستاسترونی که تبدیل میشه به دای هایدرو تستاسترون و اگر که یه مقدار مستعد موارد ژنتیکی باشن، خب شروع میکنه به ریزش که بهش میگن میل پترن بالدنس که میره بالا. خانوما چی؟ خانوما هم همینطور، خانوما هم یه مقداری میتونه موارد هورمونی باشه. یعنی یکی از مهمترین دلایلی که ریزش مو در خانوما وجود داره عوامل هورمونیه. خیلی ها فکر میکنن شاید بخاطر اینکه رنگ میکنن. خب بله درسته، اونا هم هستش. یعنی علاوه بر اینکه شما خودتون یه کاری میکنین که موقعیت رو بدتر بکنین، یه مقدارم از درون به هر حال یه تغییرات هورمونی هستش یا خیلی چیزای دیگه. خیلی از یکی از مهمترین عوامل، بله، خانمایی هستن که مرتب این مواد شیمیایی به موهاشون میزنن یا بلیچش میکنن. یا یه دونه از اون خانوما. خب ببین، اینا همین مواد شیمیایی که خب اثر میذاره روی مو و طبیعی نیست و خیلیش هم تازه جذب پوست میشه و جذب خون میشه و تقریبا 60% هر چی ما روی پوست بذاری و مو بذاری میره توی خون ما، برای همین خیلی باید مواظب باشیم. اون یک. ولی خب موارد علاوه بر اینها، یکی موارد هورمونیه که در خانم همون هورمون های استروژن و پروژسترون و پرولاکتین و غیره هستش که به خصوص وقتی که به دوران یائسگی یا منوپاز میرسن میبینی که خانم‌ها یه مقدار ریزش موشون بیشتر میشه و اکثر این خانم‌هایی هم که ریزش مو دارن اونجوری به خاطر اون موارد بیشتر جلوی موهاشون میریزه. درسته. ولی به همون اندازه هم موارد هورمونی میتونه تیروید باشه. اشخاصی که مثلا کمکاری تیروید دارن، خب میتونه یه مقدار باعث ریزش مو بشه، که معمولا مشکلای تیروید از نظر ریزش مو اکثر تمام مو میریزه، نه فقط جلوی مو. خب ما یکی از راههایی که مثلا میتونیم بگیم خب مثلا این مربوط به کدوم هستش؟ من میدونم که خیلی‌ها میرن از این ساپلمنت‌ها میخرن که بخورن که مثلا مثلا بایوتین. بله. این الان خیلی پاپیر شده. که خب اصلا کار درستی نیست به نظر من. چرا؟ ممکنه هست یه مقدار کوچیک کمکشون کنه، برای اینکه خب دلیل رو بعد متوجه. یه نفر ممکنه مثلا ریزش موش به خاطر کم خونی باشه. حالا هر چقدر بایوتین بخوره، بایوتین فقط یک عضو خیلی کوچک از خانواده بی کامپلکس که خب به رشدمون میتونه کمک بکنه، ولی اگه تنها اونو بخورین خیلی از چیزای دیگه در ویتامین بی تون به هم میخوره یا خیلی چیزای دیگه از بالانس خارج میشه. برای همین بعد اون ریشه رو پیدا کنیم. بعضی ممکنه مثلا فرض کنیم مسمومیت های فلزی داشته باشن. این چیه فلزی؟ فلزی یعنی هیوی متال تاکسیسیتی. بله. فلزاتی مثل سرب که همون میشه لد یا مثلا جیوه یا آلومینیوم و غیره، اینها میتونه خیلی باعث بشه که ریزش مو زیاد بشه. بعضی موقع ها نوتریئنت یا مواد مغذی نمیذارن به بدنشون برسه به خاطر اینکه یا مواد غذایی سالم نمیخورن یا اینکه دستگاه گوارششون درست اینا رو هضم و جذب نمیکنه. خب اینا باعث میشه که باز اون مواد مغذی نرسه و ایجاد ریزش مو بکنه. پس شما فکر میکنین که اینا، این خانم ها کجا شروع کنن؟ اولین پله‌ای که اینه که با یک متخصص مشاوره کنن ببینن که علت اصلی ریزش موشون چیه. مثلا بیان پیش شما بهشون چی میگین؟ خب ما بعد یه عالمه سوال ازشون میکنیم، یک کند و کاو میکنیم، اگر که آزمایش خونی انجام دادن اونا رو نگاه میکنیم. شما اگر که لازم باشه که بهشون میخته میرین میبینین تو بدن داره چی میشه. دقیقاً. اصلا روش زندگی رو میپرسیم، بعد ببینیم هورموناشون چجوری، سنشون چجوری، روش غذا چی میخورن، آیا کم خونن، کم خون نیستن، آیا یه مقدار تاکسیسیتی و یا مسمومیت های مختلف دارن. خیلی چیزای مختلف هستش که واقعا اگر بخوام دونه دونه من اینها رو، چون برای هیچ دو نفر یک جور نیستن. بله. و باید ما ریشه بکنیم ببینیم هر شخصی که، و وقتی که اون ریشه رو پیدا بکنیم
و اون رو بهش برسیم و حلش کنیم، خب ریزشمون خیلی بهتر میشه، کما اینکه بارها شده. پس خیلی مهمه که ما بریم پیش یه دکتری که بتونه به ما کمک کنه، با فقط نگاه نکنه ببینه که مو ریزش بله. ریزشمون به خاطر اینکه معمولا یا جراحی میکنن یا از این موادی مثل روگین بله. و مناکسدال و اینا میزنن که اونها خب خیلی عواقب زیادی داره، کبد میگیره، خیلی روش اثر منفی میذاره. دکتر ما میتونیم تا فردا در مورد این صحبت کنیم، بخاطر اینکه بحثیه که من خیلی دوست دارم، ولی من تو تعبیر نمیشم روش این صحبت کنم، همینجا فکر کنم کافیه تا اینکه برای این موضوع فکر کنم بس دیگه واقعا. حالا تا دفعه دیگه، مرسی از شما.